دهنده قلب ها. تمنا نوری است و مستاد مضمون دری شما. این مضمون را به شکل آنلاین به شما تدریس می نمایم. خدا کند که از این مضمون استفاده مفید نموده و در زندگی روزمره‌تان از آن استفاده نمایید. امید است که در این روزهای بحرانی از گزند این ویروس در امان باشید. شاگرد عزیز، قسمی که به شما گفتم صنف اول مضمون ما چی است؟ مضمون ما دری است. درس چندم، درس چهاردهم، که در درس چهاردهم کدام حرف می خوانیم؟ حرف زال می خوانیم که در درس قبلی حرف دال خوانده بودیم. خدا کند که یاد گرفته باشید و کارخانگی تان انجام داده باشید. درس امروز حروف الفبای دری است. امروز نوبت حرف زال است. امروز نوبت حرف زال است که امروز حرف زال می خوانیم. صفحه 43 کتاب شما که می خوانیم شاگرد عزیز چی است؟ زال زربی، زال کاغذ، زال ذاکره. دیدی شاگرد عزیز که حرف زال در کلمه چه قسم تلفظ میکنیم؟ زربی، کاغذ، ذاکره. دیدی شاگرد عزیز که حرف زال در لغت ها چه قسم استفاده میکنیم؟ زال زربی، زال کاغذ، که کاغذ با حرف زال ختم شده. زال ذاکره. ذاکره چی است؟ اسم دخترانه هست. زال ذاکره، زال کاغذ، زال زربین. زربین چی است شاگرد عزیز؟ وسیله ای است که اشیای کوچک به ما بزرگ نشان میده. مثلا اگر یگان خط نوشته باشه، کوچک باشه، دیده نشد توسط چشم، توسط زربین ما دیده میتونیم. کاغذ چی است؟ کاغذ ورق است که دهش چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. ذاکره، ذاکره اسم دختر است. ذاکره چی است؟ اسم دختر است. اینجا هدف درس چی گفته؟ شناخت شکل، آواز خواندن و نوشتن حرف زال که چه قسم بشناسید، چه قسم نوشته میشه. یعنی شاگرد عزیز ببینید حرف زال چه قسم نوشته میشه. آواز، آواز چه قسم تلفظ میکنیم؟ زال. ببینید شاگرد عزیز چه قسم تلفظ میکنیم حرف زال. زال دیدین نوشتنشه. گفتیم که چه قسم نوشته میشه. ببینید قسم نوشته میکنیم حرف زال. از این قسمت شروع میکنیم و در بالایش یک دانه نقط داره، زال. دیگه هدف درس ما چیز گفته که در تصاویر بالا، تصاویر بالا رو ببینید و بگویید چیز که خواندم بر شما زربین بود، کاغذ بود، ذاکره بود و گفتم برتون که چی هستم. گفته آیا میدانید از کاغذ برای چی چیزها استفاده میشود؟ بله شاگرد عزیز، چرا نمیفهمید؟ با کاغذ به خاطر نوشتن استفاده میشه که هر چیز میتونیم در کاغذ چی کنیم؟ نوشته کنیم. که در اینجا برای شما دومت نداده، دومت نمیخوانیم. صفحه 43 کتاب شما متوجه باشین حرف زال چی است؟ گفته ذاکره به نظیر کاغذ داد. ذاکره به نظیر کاغذ داد. نظیر بر کاغذ خط نوشت. نظیر بر کاغذ خط نوشت. ذاکره چی کرد شاگرد عزیز؟ گفتیم که ذاکره اسم دخترانه هسته. به نظیر، نظیر چی است؟ اسم پسرانه هسته. کاغذ گفتیم چی است؟ وسیله و یا هم چیزی است که دهش نوشته میکنیم. ذاکره به نظیر کاغذ داد. نظیر همراه کاغذ چی کرد شاگرد عزیز؟ نظیر بر کاغذ خط نوشت. نظیر کاغذ که بر ذاکره داده بود چی کرد؟ دهش خط نوشته کرد. ذاکره به نظیر کاغذ داد. نظیر بر کاغذ خط نوشت. اینجا شاگرد عزیز حرفه ببینین زال همراه الف یک جا، همراه کاف ره هی یک جای ترکیب کنیم ببینیم کدام کلمه رو به ما میده. زال الف اینجا نوشته میکنیم شاگرد عزیز. زال الف کاف ره هی. دیدی شاگرد عزیز کدام کلمه؟ کلمه اسم ذاکره را بر ما داد. زال امرای الف کافره هی یک جای ترکیب شد، اسم ذاکره را بر ما داد. اگر هم زال امرای الف زه هی بی یا نون یک جای ترکیب کنیم چی میتا بر ما شاگرد عزیز؟ زال امرای چی تکار میکنیم؟ زال ری هی بی یا نون. دیدین شاگرد عزیز که زیر امرای هی بی
یا نون یک جای ترکیب کردیم، کدام کلمه را به ما داد؟ کلمه زربینه که گفتیم زربین چی است. آخری را میبینیم، یک جای ترکیب میکنیم زال، الف، ه، دال، ه، زاهده. ای بیرون از کتاب به شما دادم تا که درست یاد بگیرید. زاهده دیده شاگرده زال، الف، ه، دال، ه، چما یک جای شد، اسم زاهده را به ما داد. خوش شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی دان. خدا کنه چیزا مخته باشید. کار خانگی شما حرف زال از طریقی نوشتنش تلفظش و در حروف میبینید که چه قسم تلفظ میشه یاد میگیرین و متن درستان نوشتن میکنین تا که درست حرف زال یاد بگیرین، که در کتاب شما حرف زال ذاکره یا نظیر ببینین و یا هم کاغذ چی کرده به خط سرخ، چون حرف زی هم روی خود داره به شما نشانی کرده. این بود درس امروزی تان. تا درس بعدی شما را به خداوند یک تامیست.